آقای زابیتیان، اول این کتاب شما یه مطلبی نوشتین: به آرامی آغاز به مردن میکنی اگر، سه نقطه. این سه نقطه رو شما با چی پر میکنی؟ ببین، قبلا این سه نقطه رو پابلو نرودا پر کرده. یعنی شعری داره که شعر معروفشه که میگه به آرامی آغاز به مردن میکنی اگر مثلا فلان کارو نکنی، اگر فلان کارو نکنی، اگر فلان کارو نکنی، که یکیش هم اگر سفر نکنیه، که من اینو نیمه کاره گذاشتم. معمولا کسی که کتاب میارم براشون امضا بکنم، سفر نکنی رو با خط خودم مینویسم که شعر تکمیل بشه. برای خودتونم این اگر سفر نکنیه یا چیز دیگه ایه که به آرامی آغاز به مردن بکنم؟ من اگه سفر نکنم همون موقع میمیرم، یعنی اصلا دیگه به آرامی و آغاز و اینا نداره. سریعه. سریع اتفاق. ما قبلا کتاب مارک و پولو رو داشتیم. این مارک دو پولوه. چه تفاوتی با هم دارن؟ ببین، تفاوتش به لحاظ ساختار خیلی تفاوت ندارن. مارک و پولو یه مجموعه گزارش های بود از سفرهای من به یه سری کشور دیگه و این به یه سری کشور دیگه است. منتها چون اون مارک و پولو بود، دیدم این دومین جلدیه که اون شکلی دارم در میارم، گفتم مارک دو پولو. دو پولو. حالا اگه جلدا بیشتر بشه، سه پولو، چهار پولو. نه دیگه بیشتر شد، ولی هر کدومش دیگه اسمای مستقل خودشه. اسم مستقل خودشه. پس بازم منتظر کتابای بعدی باشیم دیگه. والا بعد از این من 8 کتاب دیگه سر این سفرنامه چاپ کردم. آره. بعد نه، منتظر اینکه صوتیش کنیم منظورم. بله، حتما. بعد راجبه این کتاب خودتون هر جوری دوست دارین برای ما صحبت میکنین؟ ببین، کشورهایی که رفتین کدوم براتون جذاب تر بود؟ مارک دو پولو خب سفرهایی که من در اوایل دهه 90 رفتم. الان خودم خیلی هاشو وقتی که دارم وقت ضبط آدیو بوک با شما میخونم، خیلی چیزا برام مثلا عجیبه که چطور من به این چیزا مثلا پرداختم، ولی وقتی که خودم رو در اون ظرف زمانی تصور میکنم، ببینم خب این مثلا چیز عجیبی بوده در اون دوران. وقتی که راجع به صحبت میکنیم، مثلا چه میدونم، این که تو در یک کشور دیگه بشینی توی اتوبوس مثلا با گوشیت کار کنید، خب الان چیز خیلی چیز ابتدایی ترین چیزیه در کشور ما، ولی اون موقع چون در ایران نبود، من اگر مثلا در یک کشور دیگه یک کتاب در واقع میشستم توی اتوبوس و مثلا اینترنت داشتش، خب خیلی برام تعجب برانگیز بود دیگه. خیلی نشانه های اینجوری داره که اگرچه از امروز ما ممکنه دور باشه، ولی به هر حال سند خوبیه از اوایل دهه 90، از سفر یک ایرانی در دهه 90 به کشورهای مختلفی که کشورهای مهمی هم هستن دیگه. کدوم یکی از این سفرهایی که توی این مارک دو پولو ثبت شده براتون از همه جذاب‌تر، خاطر انگیزتر؟ هر کدومو که میخونم باور نمیکنید، الان که دوباره بعد سالها دارم آدیو بوکش میکنم، برام یک خاطره هایی زنده میشه، یک دورانی و اینا، و میگم این کارو کردمه، و بعضیش اصلا یادم رفته. وقتی الان دارم میخونم دوباره میگم راست میگه، مثلا من رفتم اینجا. آره، ولی واقعا نمیتونم هیچ تفاوتی بذارم بین اینکه کدومش برام جذاب‌تر. بعد عکاسی ها همه کار خودتونه دیگه؟ بله. آره، به هر حال من سال هاست که عکاسی میکنم. البته خودم هیچ وقت به عنوان یک عکاسی چه معرفی نمی کنم و اصلا نمیشناسم خودم رو به عنوان عکاس، ولی خب به هر حال این عکس ها همه بله اونجا... ولی خب بالاخره یک عکاسی بیشتر یک بازیگوشیه برام توی سفر. همینجوری هم ادامه خواهد داشت دیگه؟ بله دیگه، تا الان بله همین اتفاق افتاده دیگه. آره. مرسی، متشکرم. قربون شما.